روی گاما جمع زده میشه اینجا، روی دلتا جمع زده میشه، فقط الفا و بتا میمونه. خب حالا بیایم ببینیم که برای تانسور تبدیل معادل 5 سی معلف های ای و بی چگونه تغییر میکنن. یکتون بیاین اونجا بنویسین، یکتون برین یا من صداتون بزنم. چند تا پسر دارین تو این کلاس؟ اصلا به قدری تعدادتون کم من نمیبینم اتون. با کنید چرا هم روشن کنید؟ اینو من نوشتم در اینجا. شما F بردار ای حرکت در امتداد X باش. خب بنابراین ای موازی با میدان ای اکسه، درسته؟ ای اکس کدام بود؟ ای اکس کدام بود؟ توی F پخش کرده بودیم. صفر یک. ها؟ اف صفر یک. اف صفر یک. بله. بس اونجا بنویسیم. اف صفر یک مساوی منهای یک. اف صفر یک مساوی منهای یک مساوی خیلی. حالا بیاین این لامدا ها رو بچینیم اینجا. لامدا صفر کما گاما لامدا یک دلتا دلتا اف پرایم گاما دلتا. خب حالا روی گاما باید هم زده بشه مساویه و روی دلتا هم زده بشه. این تیکش رو بنویس فعلا. گاما بنویس، گاما هم گاماش نگه بدار. دلتا یک یک گاما یک یک بعد اف پرایم گاما یک یک اونو نگه بدار فعلا، اصلا اونو فاکتور بگیر اینجا. درست نمیشنی؟ لامدا یک یک صفر هم باید بنویسم. اضافه بکنم خیلی. حالا بریم روی گاما رو به همین ترتیب با اون گله بوشاده می نویسین جا پیدا نخواهیم کرده. یکم بالاتر بنویس. صفر صفر بعد درسته. خب نه 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 با کن این رو اینو با کن اینجا بنویس. بله یک یک. خب خب حالا چند نقطه چین بذار بعد
بنویسیم. خب علب بلاوی لمدا خوبه. بقیهش هم نقطه چین بذارین. خب دوباره برین اونجا مساویه. حالا لمده یک یک صفر صفر رو مقدار بگذارین. عمل بکنین دیگه. لمده صفر صفر تون این کاما. کاما بگذارین. اف صفر یک عبارت است از منهای ای پرایم. لامده یک دو است از گاما دوتا. منهای بیسی یا بالا بیسی؟ یک دو بالا بیسی. گاما گاما میشه دیگه گاما میشه اون صفره اون صفره گاما بتاست خب یه جا من یک علامت اشتباه میبینم یک چهار نداری ببینید بعد این فرمول رو به دست بیارید این موازی مساوی ای پرایم موازی یه جا اشتباه کردیم اونم صفر الان باید
خب خب این راهشه لمده یک یک گاما بتا است نوشته درست نوشته اونجا اینجا ها باید میگردیم این صفر لمده یک دو صفر صفر دو صفر خب یه جا نظیریم باید یک جمله منهای بتا دو به دست بیاریم که اون وقت کلش تبدیل میشه به این معادله خب در حال این راهشه این گاما بتا است. این گاما بتا است. وقت اینجا ننوشتیم. اینجا یه چیز آخری رو بنویسیم. این گاما بتا. اف الان چی میذارین؟ یک میذارین دیگه پرایم میذارین روش خیلی یک گامام اینجا دارین یک گامام دارین اینجا گامام بتا خب حالا ولش کن وقت راهش بکنید بالاخره راهش اینه راهش اینه که اینا به این صورت به دست بیارید ایه بریم میشینیم ایه موازی تغییر نمی کنه بیه موازی تغییر نمی کنه اینجا هم باید من یه بتا پرایم بگذارم قرار شد اینا رو که پیدا میکنیم به من بگین حساب کاغذ داری به من بدین یه جای دیگر هم یه چیزی دیگه یه منهای دیگه داشتم
ولی ولی میدانهای عمود بر امتداد حرکت میبینید که یه مؤلفه بی پرایم پیدا میکنه. وقت پایین جز اینا یه مزلیکی از مسائلتون اینه. ببینید این مسئله که الان آوردم در اینجا. میدان کولون یک بار نقطه در دستگاه مختصات او ای مساوی کیو بردار آر تقسیم بر آر به توان دو درسته؟ و میدان مغناطیسش بیه اون وقت ناظر او پرایم با سرعت وی نسبت به او حرکت میکند چه میدان ای پرایم و بی پرایم در مختصات تی پرایم و اکس پرایم خود خواهد دید. این رو از همین فرمول ها میتونیم به دست بیاریم. یکی از مسائل خوبه اگر به اشکال برخوردیم به کتاب چیز نگاه بکنید، جکسون نگاه بکنید، همین رو اونجا حل کرده براتون. خب حالا دوباره الکترومغناطیس این چیزا چرا بیانو این همه این چیزی که میخوام بگم ببینید الکترومغناطیس رو ما چجوری یاد گرفتیم؟ یه قانون کولون یاد گرفتیم، یه قانون تجربیه و گفتیم که میدان متناسب است با بار تقسیم بر آر به توان دو در امتداد شعاع است. اون یاد گرفتیم. بعد گفتیم که تک قطب مغناطیسی توی عالم پیدا نشده. پس دیورژانس بی مساوی با صفر. بعد گفتیم آمپر میگه که هر جریان میدان مغناطیس در اطراف خودش ایجاد میکنه. باز یه قانون تجربی. به بعد گفتیم قانون فارادی میگه که اگر در یه میدان مغناطیس حرکت بکنید میدان الکتریک هم خواهید دید. تمام اینا قانون های تجربی بودن و بعد ازش معادله موج به دست آوردیم از معادلات مکسول و اونجا دیدیم که سرعت موج یه مقدار ثابت صرف نظر از اینکه در چه دستگاه مختصات لختی باشید. نتیجه معادلات مکسول ثابت بودن سرعت نور بود. حالا اینجا من میگم که تمام این چهار قانون مکسول رو بگذارین کنار و فقط شروع بکنین از اینکه سرعت نور یه مقدار ثابتیه. الکترومغناطیس رو میتونین به دست بیارین با تمام قوانینش. وارونه من میخوام بگم میتونین عمل بکنین. الکترومغناطیس رو بگذارین کنار و فقط قبول بکنین که سرعت نور برای در تمام دستگاه مختصات یکسانه. و وقت الکترومغناطیس از خود به خود ازش میاد بیرون یا تقریبا میاد بیرون. اینو من یکی از مقالات آخرمه میتونید در اونجا پیدا بکنید، در این رفرنس چهاری که اونجا داده شده میتونید پیدا بکنید. ببینید معنای این حرفی که دارم میزنم کار اون چیزی که برای من مهمه، از روز اولی که قانون کولون پیدا شده مردم همیشه نگران بودن که آیا این نیروی کولون یک تقسیم بر آر به توان دو دقیقا هست یا اینکه عبارت هست از یک تقسیم بر آر دو و علاوه یه
چیز کوچک به علاوه دو به علاوه اپسیلون. و هنوزم این آزمایش رو میکنن. یا اینکه آیا در عالم تک قطبی مغناطیسی هست یا نیست، و هنوزم دنبالش میگردن، دنبال تک قطبی های مغناطیسی. و اعتبار آدم های مثل دیراک هم پشت سرش هست که تک قطبی مغناطیسی رو میتونید در شرایط فرض بکنید، ولی خب دنبالش میگردن پیدا نمیکن. اون چیزی که من در اینجا تأکید میکنم اینه که اگر سرعت نور رو قبول بکنید که مقدار ثابتیه، حتما قانون کولون 1/r2، حتما دیورژانس بی مساوی با صفر همیشه و تک قطبی مغناطیسی در عالم وجود نداره، و حتما قانون فارادی درسته، و حتما قانون آمپر درسته به همون صورتی که بیان شده. لازم نیست شما بگین که کولون به عنوان یک است، آمپر به عنوان یک است، فاراده به عنوان یک است، جریان جابجایی مکسول به عنوان یک است، اینا رو قبول بکنید و همه اینا بر مبنای مشاهدات لابراتواری و بعد بیان الکترومغناطیس بسازید. از مشاهدات یه چیز بگیرین، سرعت نور در تمام دستگاه یکسانه، و بقیه اینها خود به خود ازش میاد بیرون. خب حالا اگر سرعت نور ثابت جهانی باشه، یا معادل این به دست آوردیم، اگر سرعت نور ثابت جهانی باشه، فاصله های زمانی مکانی لورانس ناورده هستن. اینو یعنی این دوتا حرف یکیه. یا بگین که ثابت جهانی، سرعت نور ثابت جهانی است، یا اینکه فواصل زمانی مکانی رخدادها لورانس ناورده است. این هر دو یکیه، اثبات کردیم قبلا. دوم اینکه ذره های وجود دارن که در پیرامون خودشون میدان ایجاد میکنند و با هم اندر کنش دارند، و رابطه بین ذره ها و میدانشان خطی و لورانس ناورد است. از این دو تا فرض، فرض من میخوام معادلات مکسول رو به دست بیارم. در این صورت بندی به بنیانهای آزمایشگاه الکترومغناطیس و الکترودینامیک نیازی نداریم، بلکه قانونهای کولون و آمپر و فاراده و فلان را میتوان بی کم و کاست به صورت قضایای ریاضی به دست آورد. یه بحث ریاضی کوتاهی لازم داریم. این افایی که من در اینجا میگم اون الکترومغناطیس اینا نیست، یه بحث ریاضی. الان یه تانسور اف الفا بتا رو انتیسیمتریک داشته باشیم، تانسور رنگ دو و انتیسیمتریک، یعنی اگر جای الفا و بتا رو عوض کردیم علامتش عوض میشه. برای این تنسور میتونیم یه دوگان بسازیم. این دوگان پیدا کردن رو هم دیدیم. اف الفا بتا یه با اندیسای پایین، دوگانش اف، اون اف کج کوله، اف الفا بتا مساوی 1/2 اپسیلون الفا بتا گاما دلتا ضرب در اف گاما دلتا. یا بالعکسش اف الفا بتا ببینید این یه تنسور انتایسیمتریک، بر حسب دوگانش اینطور نوشته میشه، یا دوگانش بر حسب اف الفا بتا اینطور نوشته میشه. اینا هم امتحان کردیم. این الفا بتا گاما دلتا هم 0, 1, 2, 3 بودن. حالا یه قضیه، اگر اف مشتق از یک چار بردار باشد، دیورژانس دوگان آن صفر است، یعنی اف الفا بتا مساوی یا مساوی هم رفته، اف الفا بتا مساوی باشه با دی الفا ای بتا منهای دی بتا ای الفا، اف الفا بتا مساویه،
این فرمول این کدامه؟ قضیه خب به این صورت دوگانش میشه این و صحبت هم اینه که دیورژانس این دوگان صفر. چرا؟ برای اینکه روی الفا که جمع بزنی از اینجا بخونه با توجه به پاد قرینگی تانسور لویچی ویتا صفر شدن چهار بردار الفا آشکاره. ببینم چطور آشکاره. یک اون وقت صفر صفر یک دو سه اون وقت بتا ثابته دیگه نیست، من بتا رو دست نمیزنم در اینجا روی الفا جمع میزنم. این رو یه دفعه اگر سه یک بگذارم این یه دفعه صفره، یه دفعه هم یکه. اگر یه دفعه یکه جمله یک یک صفر خواهد شد. و اگر این صفر باشه اینم یه موقعی صفر میشه، باز اونم صفر. و این یکی هم که پادقرین است. یه قضیه با توجه به پادقرینگی تانسور لویچی ویتا صفر شدن چهار دیورژانس آشکار. قضیه دوم، هر تانسور پادقرینه مرتبه دو را میتوان مجموع دو تانسور پادقرینه دیگر نوشت که یکی از اونها و دوگان دیگری مشتق از دو تا چهار برداره. یه چیزی رو یادآوری بکنم، یه قضیه هلمولتز میشناسیم. هر برداری رو میتونیم بنویسیم مشتق از یک اسکیلر به علاوه مشتق از یک بردار، منهای گرادیان فی به علاوه کرل ای. هر برداری رو به این صورت میتونیم بنویسیم. این یادتون هست که دیدین این راستان قضیه هلمولتز؟ قضیه هلمولتز به گوشت خورده؟ نه، تو ریاضی فیزیک باید داشته باشه. هر برداری رو میشه نوشت منهای گرادیان فی به علاوه کرل ای. وقت فی رو اگر میخواین حساب بکنین دیورژانس بردارتون مساوی لاپلاسیان فی و کرل بردارتون مساوی لاپلاسیان ای. این دوتا رابطه میده که ای و فی رو حساب. این چیزی که دارم میگم تعمیم قضیه که دارم میگم تعمیم قضیه هلمولتزه. هر تانسور پادقرینه رو میتونین بر حسب دو تا پادقرینه دیگر نوشت که یکی مشتق از گرادیانه، یکی مشتق از یه وکتور پتانسیله و دوگان دیگری مشتق از وکتور پتانسیله. قضیه اینه هر اف آلفای رو میتونیم بنویسین اف یک آلفا بتا به علاوه اف دوی آلفا بتا با این نوتاسیون دوگان که اف آلفا بتا مساوی اف یک آلفا بتا است به علاوه اف دوی آلفا بتا. اون وقت این F1 مشتق از یه وکتور پتانسیله و این F2 مشتق از یه وکتور پتانسیل دومه. اینا رو یه خورده باید دقت بکنید. عزم میکنین اینا رو یا نه؟
خود نگاه بکنین و سوال بکنین. قضیه اینه، هر اف الفابتایی رو میشه دو جمله کرد، اف یک الفابتا، اف دوی الفابتا، که اف یک مشتق از یک ایه و دوگانه این مشتق از یک ای دوه، این مشتق از ای یک و این مشتق از دوگان، این مشتق از ای دو. خب از بنابراین دو تا بردار وکتر پتانسیل میخواییم، ای یک و ای دو. در این معادله ای یک و ای دو دو چهار بردار و تا اینجا نامعلومند. در انتخاب این وکتور پتانسیل ها هم ما دیدیم که آزادی عمل داریم، میتونیم دیورژانسشون رو صفر بگیریم. پس بنابراین دو تا ای یک و ای دو من اینجا دارم و اینطوری انتخاب خواهم کرد که دیورژانسشون مساوی با صفر باشه. وقت اگر این کار رو بکنم، حالا شما بیاین از این چهار دیورژانس بگیرین. این چهار دیورژانسش صفر نیست، ولی این چهار دیورژانسش صفر خواهد شد. یا بیاین از این معادله دیورژانس بگیرین. این چهار دیورژانسش صفر خواهد بود بنابر قضیه یک، و این چهار دیورژانسش صفر نخواهد شد. پس اگر از این چهار دیورژانس گرفتین، فقط بر حسب ای یک نوشته خواهد شد و اون اینه. اگر از این چهار دیورژانس گرفتین، این چهار دیورژانسش صفر، این یکی خواهد بود، پس دی بتا بتا مساوی ای دو مساوی فلان. این مالی موجیه، با این ماده موج آشنا هستین دیگه. اگر این رو، این اپراتور رو باز بکنید، یک بر سی دو دی تی دو، دی به دی تی دو منهای لاپلاسیان. پس این ماده موج برای ای یک، این ماده موج برای ای دوه. حالا یه بردار اگر به شما دادن، از این دیورژانس بگیریم، بگذارین در این معادله موج ای یک تون حساب کنید، یا اول دوگان بگیریم بشه این، بعد از این چهار دیورژانس بگیریم، اون وقت چهار دیورژانس این مساوی خواهد بود معادله موج برای ای دو. بنابراین دو تا معادله موج با این طرف راستشون که بردار اون تانسوری که ما دادن، اینا قاعدتا باید معلوم باشه دیگه. این ماده موج حل بکنید، ای یک و ای دو رو به دست بیارید. قضیه ثابت کردم، قضیه یک، قضیه یکش این بود، چهار دیورژانس هر تانسوری که از یه بردار مشتق شده باشه صفر. چهار دیورژانس هر چهار بردار که از چهار دیورژانس هر تانسور پادقرینه که از یک بردار مشتق باشه صفر. خب نه، ببینید، من اصلا هیچ الکترومغناطیس در اینجا صحبت نمی کنم، ریاضیات صحبت می کنم. معادله موج، بله. نه 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 الزاماً، ببینید شما اصلا کل فیزیک بذارین کنار، بحث ریاضی داریم میکنیم، بحث ریاضی داریم ولی لورانس ترانسفورمیشن هم بلدیم. مثلا از فیزیک صحبت نکردم تا حال، دارم یه بحث ریاضی میکنم.
این معادله معادله هلمولتزه و معادله موج هم معادله هلمولتز در میاد. صرف نظر از اینکه موج وجود داشته باشه نداشته باشه، این به اعتبار هلمولتز عنوان یه ریاضیدان معادله هلمولتز بگین اسمشو یا معادله موج. خب معادله های 4, 7, 27 دو معادله موج هن. چشمه موج برای A1 4 دیورژانس F و برای A2 4 دیورژانس دوگان آن F کج کله. برای اثبات قضیه کافی است جواب های دیر کرده مثلا رو میگم دیورژ مغناطیس چون ریتاردد پتانشلز بله ریتاردد پتانشلز بحث فیزیکیش روشنه، هر چیزی که پخش میشه، میدانی که پخش میشه با سرعت موج پخش میشه، اگر اتفاقی اونجا بیفته در یه زمان x تقسیم بر c من در اینجا دریافت میکنم، اگر در زمان t در اونجا اتفاق بیفته من در اینجا در زمان t به علاوه x تقسیم بر c دیرتر دریافت میکنم اثرش رو. این ریتارد پتانسیل به این خاطر گذاشته شده. اینا رو من دیر کرده نوشتم. خب حالا از این قضیه‌مون، این دو تا قضیه‌مون یادمون باشه، بریم سراغ مسئله خودمون. یه جایی داشته باشیم تعداد زیادی بار وجود داشته باشه و اینها روی همدیگه تأثیر بگذاره، ذراتی داشته باشیم روی همدیگه تأثیر بگذاره، هر کدوم از این ذره ها یه حرکتی داره در این فضا. فرض کنید در اون منحنی روی محور قائم x میو رو بردیم، این x میو چهار چیزه t x y z و مسیر رو هم بر حسب proper time tau علامت گذاری میکنیم. هر ذره برای خودش یک ساعت tau داره اندازه گیری میکنه، این tau اونه. روی این مسیر یه سرعت میتونیم تعریف بکنیم dx میو به d تا، و یه شتاب میتونین تعریف بکنین du میو به d تا. بردار سرعت مماس بر مسیر، بردار شتاب هم اونجا یه برداری کشیده شده. زمان اینا در تصویر هندسی موازی هم و عمود بر هم نیستن. خب یه یو الفا تعریف بکنیم در هر نقطه از فضا. یه مسیر داریم، هر نقطهش رو x میو تابی از تا، و در اون نقطه یه یو میو میتونین تعریف بکنید. اگر جاش عوض شد یو میو عوض شده. اینا رو خوب دقت بکنید. در هر نقطه x کاما در لحظه تا یه یو الفا تعریف میکنیم، تا تغییر میکنه، x کاما تغییر میکنه، یو الفا هم به تبع اون تغییر میکنه. یه پی الفا هم تعریف بکنیم، مومنتوم جرم سکونش رو ضرب بکنید به ام الفا. این یو الفا ها را دیدین در این رابطه صدق میکنه، یو الفا مساوی با سی دوه نمیشه، یادتون هست این؟ یه دفعه دیدیم این رو و به تب پی الفا مساوی ام دو سی دو. اونجا هم باید یک ام دو بذارم. نکته ای که
دقت بکنید، این یو الفا و پی الفا میدان نیست. میدان به این معنی که در همه جای فضا تعریف شده باشه نیست، در روی اون مسیر فقط تعریف شده، خارج از مسیر اصلا وجود نداره. روشنه؟ یو الفا و پی الفایی که معرفی کردم اینا میدان نیستند، روی یه منحنی فقط تعریف شدن، مسیر ذره تعریف شدن. حالا چاربردار شتاب ذره رو بررسی بکنیم. شتاب چطور تعریف میشه؟ تغییرات مومنتوم در واقع اینجا نوشتم. چاربردار شتاب ذره رو بررسی بکنیم. دی پی آلفا به دیتا از باز شد اینجا، من چیکار رو کنم؟ الان صدا میشنو اینو جا داریم؟ بله، خیلی خوب، بستم. خب اون بالا بر حسب تعریفی کردم، من این دی پی آلفا به دیتا رو میتونم مثلا دی پی آلفا به دی اکس بتا، بعد دی اکس بتا به دی تا. درسته؟ و وقت این رو، این پیال، این رو اگر به ام تقسیم، این یو الفا است دیگه نه؟ یو بتا است. اگر به ام تقسیم بکنم میتونم بنویسم پی بتا. این یکی هم یه چیز دو اندیسیه. اینو اسمشو بگذارم پی اف الفا بتا. فقط نامگذاری تا اینجا. بعد بیایم بگیم که خب این تعریف اف الفا بتا است. این هم یه تعریفه، همین جوری گذاشتم اینجا. دی پی الفا بتا این تعریفشه. ولی همون معادله رو بیایم به پی آلفا ضرب بکنیم، پی آلفا دی پی آلفا به دی تتا مساوی خواهد شد با یک دوم دی پی آلفا به دی بتا. ولی این عبارت بود از ام دو سی دو و لورنس واریانته، این صفره. حالا طرف دومش رو ضرب بکنیم، ای اموم اف آلفا بتا پی آلفا پی بتا، این صفره. من جای الفا و بتا رو عوض بکنم، خب این تیکه که عوض نمیشه. اگر این بخواد صفر بشه، اف الفا بتا باید پاد قرینه باشه. ترجمه کنین. برای اینکه این صفر بشه، جای یک و دو رو ببینید، این میتونه صفر باشه، این صفر باشه، این یک باشه، این دو باشه، یا این دو باشه، این یک باشه، فرقی نمی کنه. اون وقت اف یک دو علاوه اف دو یک، این باید صفر باشه. بنابراین اف یک دو باید مساوی باشه با منای اف دو یک. پس اف الفا بتا باید قرینه باشه، باید قرینه باشه، ببخشید. یواش یواش میبینید که اف الفا بتایی که تعریف کردم خاصیت های الکترومغناطیس درش پیدا میشه، بدون اینکه صحبت الکترومغناطیس بکنیم. اف الفا بتا تا به اینجا همانند یو الفا پی الفا در روی مسیر ذره تعریف شده. ولی من میتونم از هر نقطه شرایط اولیه شرایط اولی حرکت ذره رو عوض بکنم،
به طوری که از هر نقطه هر مسیر دلخواهی که دلم بخواد داشته باشه. پس بنابراین میخوام بگم که این یه اتحاد اف آلفا بتا. درسته که من در روی مسیر تعریف کردم، ولی از هر نقطه میتونم، از هر نقطه اکس آلفا هر مسیر رو میتونم بگذرونم و نتیجه بگیرم که در هر نقطه از فضا زمان تابعی مانند اف آلفا بتا وجود دارد که مستقل از مسیرهای احتمالی است که از اون نقطه بگذرند یا نگذرند، و با این استدلال اف آلفا بتا میدانه و میدان لابد ذره هایی است که روی هم دیگه تأثیر میذارن. پس صرف این که یه ذره داشته باشم شتاب بگیره معناش اینه که در اون فضا یک میدان انتیسیمتریک وجود داره. سرعت نور ثابت و فواصل زمانی مکانی هم لورنتز انواریانت. در کنار این اگر یه جایی یه ذره شتابدار داشته باشم در اون فضای میدان انتیسیمتریک وجود داره. این یه بحث سینماتیک. پس اف آلفا بتا گرفتم. چرا برید؟ صدو؟ بله دیگه، بله دیگه، باد قرینه. خب بعد در مورد اون فضایی که توش داریم این میدان رو تعریف میکنیم دیگه، خوش میکنم این فضایی که ما داریم تعریف میکنیم، یعنی ما داریم میدان رو تعریف میکنیم، میدونه معلفه ها من مثل هم چیزی که تعریف کردیم گفتید که جهت را بزنید ببین من از شما میخوام در این مرحله الکترومغناطیس رو بذارین کنار، معلومات قبلیتون رو بذارین کنار. یه فضا دارین قبول میکنیم که سرعت درش فواصل زمانی مکانی لورنتز انواریانتن، یه ذره هم در این حرکت میکنه شتاب داره. اگر این ذره شتاب داره در اون فضا میخوام بگم که یه میدان انتیسیمتریک وجود داره، یه میدان، یه تانسور رنگ دوی پاد قرینه وجود داره. صحبت هم اینه. خب پس یه اف اف آلفا وجود، آلفا بتا وجود داره که مساوی بتا آلفا است. میخواین اندیسا رو بالا ببرین، اف آلفا بتای بالا منهای اف بتا آلفای بالا، و لابد تریس این اف صفره، برای اینکه جمله اف یک یک اف صفر صفر نمیتونه داشته باشه، چون اف صفر صفر باید مساوی باشه با منهای اف صفر صفر، یعنی برابر با صفر باشه. بنابراین اگر جملات قطری هم نداره، جملات قطری نداره، یعنی تریسش صفره، مجموع جملات قطریش صفره. خب حالا یه میدان پاد قرینه داریم. صحبت بعدی منی که بنابرای قضیه دو میتونم این رو بنویسم مشتق از یک وکتور پوتنشیال، دو تا وکتور پوتنشیال، یکیش رو اسمشو گذاشتم A، یکی رو A پرایم. این مستقیم از اتفاق شده، اینجا دوگان این یکی مشت چیزه برداره،
و بنا به آزادی عملی که دارم مشتق A الفا و A پرایم الفا رو هم میتونم صفر بگیرم. تا به اینجا بحث سینماتیک کردم. اینکه این میدان چگونه به وجود آمده و چه رابطه با ذراتی که اونجا بودن داره صحبتی نشده. حالا میرم سراغ دینامیک. پس الان تصویری که دارم اینه، در یه جایی از فضا یه چیزی دارم به نام بار، میخوایم بگیم بار الکتریک، و این چیزها یه میدانی در اطراف خودشون ایجاد میکنن و اونو یه تانسور انتیسیمتریک پیدا کردم. بین این تانسور انتیسیمتریک و جریانها باید یه رابطه وجود و بارها یه رابطه وجود داشته باشه. یه خاصیتی از این میدان با یه خاصیتی از بارها باید ارتباط داشته باشه. ساده‌ترین فرضی که میکنم اینی که من از این میدانها دو تا بردار میتونم پیدا بکنم که دیورژانس ندارن. از بارها هم میتونم، از ذرات هم میتونم یه بردار پیدا بکنم که اونم دیورژانس نداره. بیام این خاصیت میدان رو با این خاصیت ذرات با هم دیگه برابر بگذارم. اینا بالاخره باید یه رابطه ای داشته باشن. این فرض بعدیمه که دارم میکنم. شما از میدان میتونید دو تا چهار بردار درست بکنید. این اف الفا بتا روی بتاش مشتق بگیرین، نسبت بتا جمع بزنین، اون چیزی میمونه اف الفا است که اگر بر حسب ای الفا بنویسین اینه. از این یکی هم میتونین اول دوگان بگیرین، از این دوگان بگیرین، بعد چهار بردار بگیرین، بعد چهار دیورژانس بگیرین. این هم میشه A پرایم. دوتا وکتر پتانسیل معرفی کرده بودم دیگه. این بر حسب A الفا، این یکی بر حسب A پرایم الفا. این دوتا بردار چهار دیورژانسشون صفره. برای اینکه یه دفعه دیگه من اگر نسبت به دی الفا مشتق بگیرم روی الفا جمع بزنم، دی بتا دی الفا قرینه جاشون رو میتونه عوض بکنید، این یکی رو اگر عوض کردیم منهای خودش صفر. پس الان از میدانم دو تا چهار بردار دارم دیورژانسشون صفر. از ذره ها تنها میتونم یک چهار بردار بی دیورژانس به دست بیارم. این چهار بردار بی دیورژانس هم اینه. شما هر کدوم از این ذرات رو یه ای این داره، شما رو گذاری بکنید ذراتتون رو، ذره یک، دو، سه، هرچی، هر کدوم یه ای این داره، هر کدوم یه وی این داره، هر کدوم یه جای اکس این داره در زمان تی، و این رو اگر در نقطه اکس وجود داشته باشه این دلتا سه میگه که این اکس این مساوی با اکس. من میخوام یه بردار در نقطه اکس الف گاما پیدا بکنم. این ذره اگر در این نقطه اکس الفاش با اون اکس گاما یکی بود، در اون نقطه هست، و اگر برابر نبود این صفر. بار ضرب در سرعت در اون مکان مورد نظر ضرب در دلتا است. یا اینکه این رو اگر بار توزیع پیوسته داره، این رو بیایم اینطور بگیم، مساوی
یا اینکه به این صورت یه دیتی هم انتگرال دیتا هم بهش اضافه بکنید و یه جهی به دست میارین که دیورژانسش صفر شد. اینو دیگه وصل ندارم بهتون بگم از کجا از کتاب واینبرگ میتونی به دست بیارید اینجا. این تعریف جریانه. این تعریف جریان ذراته. قسمت اولش مساوی اول آسونه. بار ضرب در سرعت در اون مکانیکی است و سلام. و جمع در اون حجمی که دور x الفا x گاما وجود داره. خب حالا صحبتم اینه چیکار بکنیم؟ از میدانمون یک بار داریم، یک بر داره، دو بر داره، داریم که دیورژانس صفر دارن. از بارها یک میدان داریم، چیکار بکنیم؟ یکی از میدانها رو، یکی از این چهار بردارها رو برابر بگذاریم با اون چیزی که از ذرات داریم، برای اون یکی نداریم، اونو بگذاریم صفر. این میشه میدان الکترومغناطیس. دیگه آخر بگم. وقتی میشه الکترومغناطیس. و قانون کلی درش هست، دیورژانس بی مساوی صفر درش هست. چیه؟ آقای دکتر؟ دوی غریبی. الان کلاس هم تمام میکنم. بیم بله. مرسی. بله. حالا اگر برگردیم اون فرمول اول دی پی الفا به دی تا رو سر جاش بگذارین و الان بگین که این اف الفا بتا یه میدانه، قبلا نمیگفتیم، الان که اف میدانه به این صورت در میاد و اگر بازش بکنید قانون لورنتز، نیروی لورنتز، پس میدید هم الکترومغناطیس به دست آمد هم الکترودینامیک. این بخش الکترودینامیکه. وقتی که میگه نیرو روی ذره چی هست، دینامیک ذرتون رو صحبت میکنیم. دفعه دیگه این رو بخونین، اگر چیزی دستگیرشون شد، شد، نشد، نشده. و اگر سوال داشتین، بپرسین.